سلام دوستان راشد هستم آسترولوجر شما از هوروسکوپ فارسی و در این ویدیو در مورد تاثیر ماه نوع نشان کماندار و تعاملات همراه با اون که هفتم دسامبر 2018 اتفاق میفته برای نشانهای ترازو، اغرب و کماندار صحبت می‌کنم. ترازوهای عزیز این هفته ما تعامل های بسیار مهمی داریم که این تعامل ها میتونن پایان یک چرخه را رقم بزنن برای آغاز یک چرخه جدید مارس و نپتون در نشان ماهی به هم میپیوندن از طرف دیگه ماه نو رو داریم بر نشان آتشین کماندار همراه با جوپیتر و خورشید و اینها همه نوید دهنده یک سفر جدیدن اما برای شروع این سفر جدید ما باید از یک سری از ترس ها و نگرانی ها و انصداد هایی که راه ما رو بسته رها بشیم و مارس در کنار نپتون داره این کار رو انجام میده تا ما بتونیم به اهداف و رویاهای خودمون و همینطور هدف و مقصد جدید متعالی روحمون بپردازیم ونوس سیاره حاکم بر شما مدتیه که خیلی تحت فشار بوده و شما رو تحت فشار گذاشته و الان هم توی نشان اقربه که اونجا در ضعف انرژی هست و ممکنه که این ضعف انرژی رو شما احساس کرده باشید به خصوص در مورد شرایط مالی تو ممکنه که به هم ریختگی های ایجاد شده باشه هزینه هایی ممکنه ایجاد شده باشه ممکنه که از نظر شغلی شاید یه مقدار احساس خطر کرده باشید یا اینکه ممکنه که در مورد بعضی موارد پولی مقدار عدم بالانس و تعادل پیش اومده باشه که حتی باید شده که اعتماد به نفس شما به هم ریخته ترسیده باشید نگران باشید مرکوری اونجا حرکت برگشتی داشته و داشته شما رو یه مقدار آگاه می کرده اگرچه که با کم و کاستی ها روبرو کرده اگرچه که شما دیدید که چه اشتباهاتی ممکنه کرده باشید یا بکنید اینها رو دیدید ولی برای اینه که کم و کاستی ها رو به ما نشون بدن که ما بتونیم اونها رو برطرف بکنیم به هر حال این قسمت از چارت شما بسیار اکتیو بوده و همچنان هم اکتیو اما کم کم سبکتر میشه ولی در عین حال داره شرایطی ایجاد میشه که شما رو "As-" وضعیتی که خودتون توش رضایت ندارید بتونه راحت بکنه شما ترازوها خیلی وقت شاید احساس میکنید که همه چیز روتین شده همه چیز تکراری شده یک اتفاق تکراری همش داره میفته هر روز داره یه چیزی پیش میاد و هر از شندی یک چرخه تکراری براتون شروع میشه و مارس و نپتون دقیقا میخوان این چرخه تکراری رو قطع بکنن و میخوان که شما یک مرحله جدیدی شروع بکنید با آدمهای جدید محیط جدید افکار جدید زبونهای جدید رابطه های جدید و حتی شروع بکنید به یادگیری جدید توی گروه های جدید قرار بگیرید مراکز آموزشی شاید باشه شاید که حتی شروع به سخنرانی بکنید شاید که لکچر بدید سمینار بدید این چیزها رو میخواد برای شما ایجاد بکنن تا اینکه از این زندگی روزمره بتونید خودتون رو نجات بدید و در عین حال این ارتباطات به شما کمک رشد میکنن باعث میشن که شما بتونید ها به خصوص سال آینده توی مراحل زندگیتون قدرت بگیرید از نظر احساسی حتی رشد بکنید یا یعنی اینکه وضعیت خانوادگی و خونگیتون رو بتونید پرورشش بدید گستره ترش بکنید پس این وضعیت ماه نو رو جدی بگیرید چون بسیار به شما کمک میکنه تا در بین آدم جدید قرار بگیرید در محیط جدید که بتونید افکار جدید ساختارهای جدید ذهنی برای خودتون یعنی ایجاد بکنید اما از طرف دیگه ممکنه این وضعیت مارس و نپتون باعث بشه که به سلامتیتون یه مقدار آه... یعنی هشدار داده بشه ممکنه که عفونت های ایجاد بشه که باید مراقب خودتون باشید ممکنه که یعنی نشون بده که شما ضعف سیستم ایمنی دارید بعد سیستم ایمنی تون برسید باید خودتون رو ویتامینه بکنید بیشتر و ب... ب... به هر حال به خودتون برسید این به خاطر اینکه این انرژی برای سلامتی در حقیقت هشدار دهنده هست و حتی ممکنه که بدن شما ریکشن نشون بده به تغییرات انرژی مثلا ممکنه که ورم پاهاتون زیاد بشه مثلا یا ممکنه که درد بگیره در اثر این انرژی یا ممکنه بریدگی ایجاد بشه یه چیزی هست که توی بدنتون ممکنه که عکس عمل نشون بده به این انرژی ها اما به هر حال از هر یعنی چون انرژی ها در ارتعاش های مختلف و در شرایط مختلف خودشون رو نشون میدن و متبلور میشن ولی چیزی که مهمه که اینه که یونیورس میگه که ترازو زمانش رسیده که به عقب بر نگرده ممکنه که در اثر این انرژی ها یک سری رابطه ها به هم ریخته باشه یا حتی یک سری رابطه, های به هم ریخته شما از گذشته برگشته باشه یا اینکه هر کدوم از شما به هر حال توی یک شرایطی مثل پاندول ساعت نمیدونید دقیقا باید یعنی به این ترتیب دارید حرکت میکنید از گذشته به حال حال به گذشته اما یونیورس داره به شما میگه که زمانیه که از اون چرخه در بیاید و بتونید به سمت آینده حرکت بکنید و کلید این حرکت به سمت آینده ایجاد ارتباطات جدیده و, و ورود شما به محیط های جدید اگر که مسائلی داره پیش میاد سر راهتون که داره شما رو صدا میکنه به این شرایط و تغییر محیطی براتون ایجاد میکنه حتما به اونها پاسخ مثبت بدید همین تغییرات محیطی و فکریه که باعث میشه که شما بتونید خودتون رو از چرخه های روزمره تکراری آزاد کنید و قدرت تبلور مادی شما رو حتی تقویت میکنه و اما اغرب های عزیز اغرب ها این چند وقت خیلی انرژی ها روی شما متمرکز بوده تجمع سیاره شما داشتیم توی نشان اغرب که نه تنها شما رو تحت تاثیر قرار داده همه ما رو هم تحت تاثیر قرار داده به خاطر اینکه شما نشان قدرتمندی هستید و هر کدوم از این سیارات که میان در نشان شما بی حد و اندازه هم روی خود شما و هم روی بقیه تاثیر گذارن پس سیاراتی که در نشان شما داشته خود شما رو تغییر میداده داده داشته هویت شما رو تغییر میداده داشته شما رو از درون عوض میکرده داشته مجسمه ای که الان دارید رو خورد میکرده یک جدید می ساخته داشته ای یک اقرب جدید می ساخته و این, س... این سیاراتی که الان آن داریم انرژی هایی که الان داریم داره سعی میکنه شما رو از یک گذشته ای که انگار که باید ازش پوست بندازید داره جدا میکنه و داره ازتون یک هویت جدیدتون رو میخواد بیاره یک شخصیت جدید یک باور جدید با ارزش های جدید با اعتماد به نفس جدید برای رشد برای ایجاد تبلور به خصوص تبلورهای مادی شما 6 سال توی فشار بودید از زمانی که 2012 سترن توی نشان اغرب بود و بعد از اون جوپیتر به شما کمک کرد تا یاد بگیری تا خودتون رو 2017 و 18 بشناسید یعنی از اواخر 2017 توی 2018 جوپیتر کمک کرد خودتون رو بشناسید خیلی از شما با ابعاد تاریک و سایه های روحتون ترس ها و نگرانی هاتون روبرو شدید و سعی کردی که یاد بگیری چجوری از اونها در بیاید خیلی از شما با یک سری عادت های منفی خودتون روبرو شدید اونهایی که حالت تخریب کننده دارن توی شما چون شما همینطور که یعنی قدرت قدرتمند هستید قدرت خود تخریبی هم دارید میتونید از درون خودتون رو تخریب بکنید و این خود تخریبی زمانی خیلی خوب و کارآمده که بعد از اون یک ساختار جدید یک گیاه جدید رشد بکنه یعنی اون قبلیه تخریب بشه و روش جدید ساخته بشه و یه اتفاقی داره الان میفته برای شما ونوس توی نشان شماست مرکوری توی نشان شما حرکتش مستقیم شده و اینها همه دارن میگن که این اغرب جدید باید از یک سری از نمیدونم باید چه جوری بگم باید از یک سری مزخرفاتی که فکر کنم اینجوری بهتر مزخرفاتی که خودش رو درگیر کرده خودش رو آزاد بکنه چون واقعا کلمه دیگه ندارم چون خود شما میدونید که توی یک چیزهایی گرفتار میکنید خودتون رو, رو دست و پای خودتون میبندید و گیر میدید بهشون که باعث میشه که خودتون گیر میکنید یعنی باعث میشه که نمیتونید حرکت بکنید اما الان سیارا دقیقا میخوان بگن ببین اون چیزایی که فکر میکردی تا حالا باعث مثلا شادی توه باعث میشه که با اونها با اونها رشد بکنی فکر میکردی که اونها مسیر تو هم فکر میکردی اونها به تو رضایت قلبی میدن مثلا فرض کن مواد مخدر فکر میکردی اون به تو شادی میده اونه که به تو انرژی میده باید از اونها در بیای باید از اونها خودتو بکشی بیرون باید معنی عشق رو پیدا بکنی ببینی که قلبت چی میخوای و اون چیزهایی رو که گذشته بوده خیلی هاش کات میشه ممکن خیلی از شما احساس رمانتیک بودن خیلی شدیدین. هفته بهتون دست بده چون مارس و نپتون به این آدم این انرژی رو میدن اما باید مراقب باشید که قرار نیستش با یک سری از استانداردهای گذشته توی این روابط قرار بگیرید شما باید استانداردهای زندگیتون رو عوض بکنید حتی استانداردهای رابطه ایتون باید تغییر بکنه و این اتفاقات داره میفته بهش توجه بکنید ببینید چطور داره استانداردهای شخصیتیتون عوض میشه و بعد از اون استانداردهای مالیتون عوض میشه و بعد از اون انت... انتظارات قلبی خودتون از خودتون و زندگی عوض میشه به اینها بها بدید به اینها توجه بکنید قرار نیست شما هر لحظه همون کاری که می کردید دائم تکرار بکنید و همون شکلی که پول در می آوردید همش همون کار بکنید گوش بکنید به حرف کسی که داره بهتون آگاهی میده ماه نوی نشان کماندار میگه که اقرب باید باور بکنه که لایق و شایسته فراوانی و برکت مالی بیشتر هست اون موقع است که درهای برکت فرصت ها براش باز میشه اگر که ببینه اگر که فقط به همون چیزی که قبل بوده نشسبه دقیقا ماه نو زمانیه که شما ارزشهای خودت رو اول باید متوجه بشی و بعدا میتونی به این ارزشها تبلور مادی ببخشی اگر در وضعیتی هستید که بچه دارید خانواده و مثلا اینها هستید ممکنه که مقدار از نظر بچه ها تحت فشار قرار بگیرید یا اینکه باید بهشون رسیدگی بکنید به برنامه های بچه ها شاید یه موقع سرماخوردگی و چیزی اینها درگیر بشن شما باید به اونها رسیدگی بکنید اما به هر حال عمق این ماجرا همش برمیگرده به اینکه اقرب هم باید کودک درونش رو بچگی خودش رو بشناسه و از اون چیزهایی رو که در دوران کودکی نتونسته به دست بیاره باعث شکست درونی شده باعث شده که تاثیر بگذاره روش باید از اونها آزاد بشه با یک سری فعالیت هایی که بهش حقیقتا شادی قلبی میده نه اون چیزهایی که تا حالا خودش رو اسیر کرده یا اینکه اصلا دنبال اونها نبوده دنبال یه چیزی که از نظر وجودی اون رو ارضا بکنه بهش احساس رضایت قلبی بده نبوده و باید گفتم یک سری مزخرفات رو کات بکنه تا بتونه به اون آزادی قلبی برسه که بتونه به هویت جدید خودش که داره فرم میگیره به پردازه اون رو درک بکنه تا بتونه بر اساس اون تبلورهای جدید داشته باشه و بسیاری از شما در مسیرهای مالی جدید به زودی قرار میگیرید اما مواظب باشید که اگر که یعنی با توهم برخورد نکنید به خاطر اینکه این ماه نو با مارس و نپتون در ارتباطه مراقب باشید که پول زیاد خرج نکنید مراقب باشید که یه دفعه نگید راشه گفته فراوانی و برکت ما بریم همه سرمایه رو الان مثلا پودرش بکنیم چون که فراوانی و برکت میاد نه آگاهانه و عاقلانه برخورد بکنید و صبر کنید مرکوری داره مستقیم میشه و اگر که هنوز شک دارید که چی کار بکنید تا چند روز آینده کاملا این شفافیت های ذهنین و نشانه ها میاد تا شما بتونید درست

و اما کماندارهای عزیز تولد شما مبارک باشه کماندارها خورشید در نشان شماست از طرفی ما ماه نور داریم در نشان شما که آغازگر سال جدیدیه برای شما که جوپیتر سرور شما حاکم شما توی خونه خودشه و میخواد که شما رو رشد بده حسابی و میخواد که به شما کمک بکنه تا بتونید بینش جدیدی برای زندگیتون به دست بیارید اما همه اینها به کنار ما ماه نور رو داریم در حالی که با مارس و نپتون در زاویه سختیه و برای شما این مارس و نپتون دقیقا در جای سختی هم قرار دارن یعنی مارس در وضعیتیه که از نظر احساسی ممکنه شما رو به هم بریزه و ممکنه که یک سری چیزها رو به شما نشون بده تنش ایجاد بکنه توی رابطه های آتفی، آتفیتون توی شرایط خونه و خونوادتون تا بهتون متوجه یعنی شما رو متوجه بکنه تا جای درستی قرار ندارید و فونداسیون‌های غلطی رو قبلا و الان زمان اون رسیده که اگر میخواید که این سفر جدیدی که جوپیتر داره برای شما فراهم میکنه میکنه مرکوری دیگه داره مستقیم میشه حل نشده من زبونم ارور میده و اگر که میخواید به این شرایط جدید برسید باید بتونید اون مسائلی رو که از نظر فونداسیونی درست بنا نشدن رو شاید خیلیاش رو رها بکنید ممکنه که باورهای ذهنی شما باشه حتی ممکنه که فیزیکی نباشه ممکنه که باورهای شما نسبت به خونه و خونواده نسبت به محل زندگیتون نسبت به ارتباطات احساسیتون باشه و ممکنه که این هفته متوجه بشید که اونجوری که شما باور داشتید در حقیقت پیش نمیره و یک جور دیگه باید عمل بکنید تا بتونید جواب بگیرید تا بتونید مسیر جدید زندگیتون رو بر اساس یک سری اتفاقات تکراری نشده بنا بکنید چون شما همش توی یک چرخه تکراری بودید چند وقت و از همه طرف احساس میکنید خوردید هیچ کدوم مثلا فرض کنید توی یک رابطه عاطفی تو شرایط کاری توی شرایط زندگی اینها همه درها بسته شده به خصوص که شما سترن رو داشتید توی نشانتون توی سه سال و اینها همه باعث شده که همه اینها حالا شاید به صورت حتی انصداد خاطره توی ذهن شما مونده باشه و این چند وقت مرکوری و ونوس توی نشان اقرب ممکنه اینها رو حسابی سنگین کرده باشن ذهنتون رو به هم ریخته باشن و به هر حال زمان آزادی از اونهاست شاید شما توی یک زندانی اسیر بودید سال گذشته اما زمان آزادی از هاست زمان اینه که بتونید این گره ها رو باز بکنید سفر جدید زندگی داره براتون شروع میشه نباید بترسید نباید اجازه بدید که اون ترس ها مانع از این بشه نباید اجازه بدید که باورهای غلط شما نسبت به شرایط باعث بشه که شما نتونید اون سفر جدید رو شروع بکنید سعی بکنید که این هفته اون چیزهایی رو که واقعا داره مسیرتون کنده میشه رها میشه پوست اندازی کنید بذارید بره ممکنه خیلی هاش از نظر شرایط نمیدونم توی خونه باشه یک چیزهایی که انگار شما با یک مسائلی احساس راحتی نمی کنید اما سعی می کنید که اونها رو توی خونهتون نگه دارید ببینید چه چیزهایی هست که بهش چسبیدید که در مسیر هدف و تعالی روح شما و سفر جدید زندگی شما نیست و اون چیزها ممکنه این هفته خودش رو نشون بده و با اونها خیلی راحت سعی بکنید کنار بیایید از نظر احساسی میدونم به هم میریزید اما موقت سعی بکنید که هر چیزی که در مسیر راهتون نیست اگر داره شسته میشه چون مارس و نپتون یک پاکسازی میدن وقتی داره شسته میشه وقتی داره سیلابی میده که اونها رو میبره شما همراه با اونها قرار بگیرید و این شسته رو اجازه بدید که اتفاق بیفته انگار داره توی یک آب تعمید میگیرید و بعد از اون آماده میشید همراه با جوپیتر برای اینکه یاد بگیرید یاد بگیرید شما توی یک مرحله کلاس درس یک ساله دارید وارد میشید تا یاد بگیرید که چطور بینشتون تر باشه و تجربیاتی توی زندگی داشته باشید که بتونه کماندار جدید رو بسازه خب دوستان عزیز با آرزوی موفقیت برای همه شما با آرزوی اینکه این, این ماه نو کمک بکنید تا بتونید رویاهاتون رو دست نیافتنی نبینید بلکه بتونید در جهت اونها حرکت بکنید برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار لوهناهم